میثم خسروی موفق به دورکر توپ نمیشه. خود آرش برهانی، آرش برهانی پشت محوطه ضربه شو میزنه، آرش برهانی و از کنار دروازه ارسال به محوطه جریمه. ویژن کوشکی برگردون، محمد رضا طهماسبی بازیکن شوت زن است، از همونجا ضربه شو میزنه و طالبلو با دو ضرب یه لحظه ببینیم تصمیم داور چیست. برخوردی که مرسد الله و دروازه‌بان داشت به نظر میسه میخواد به بازیکن پیکان داور مسابقه کارت زرد نشون بده. پولادی گرفتن که خوب از پور اسدالله، سید صالحی تو رو برشته جلو میری، یه پاسه توی اون مرتضی عزیزی محمدی و توی دروازه. گل برای پیکان قزوین دقیقه 35 دیدار. مرتضی عزیز محمدی اینقدر موقعیت به دست آورد، موقعیتش هم از دست داد تا بالاخره گل زد برای پیکان. امیرآبادی ارسال به محوطه جریمه، چند تا بازیکن استقلال پیکان، یه ضربه محکم از بالای دروازه. کوشکی مورب به محوطه جریمه. مشتاق جباری از سمت راست برای خسرو حیدری، ارسال حیدری به محوطه جریمه، ضربه سر، یه موقعیت از کنار دروازه. چه موقعیتی برای استقلال تهران به وجود اومد. هادی شکوری از سمت راست، ارسال حیدری به محوطه جریمه، سیاوش اکبر بود، ضربه سر، علیزاده محمد محمدی، ضربه و توی دروازه. گل برای استقلال تهران دقیقه 20 نیمه دوم. فکر کنم مشتبا جباری این گل رو به ثمر رسونده. بله، ضربه مشتبا جباری گل هفتم خودش رو در لیگ برتر ثبت میکنه. دقایقی پیش بود که میگفتیم مشتاق جباری موقعیت خوبی نصیبش نشده، آفساید نیست این موقعیت. سید صالحی ضربه بس کنار دروازه. چه موقعیتی و سید صالحی از دست، خودش هم باورش نمیشد که آفساید نباشه این موقعیت. ارسال به پشت محوطه جریمه پیکان، سیاوش اکبرپور، یه موقعیت به نظر خطا میرسید. ببینید چطور دارن اعتراض میکنن بازیکنان استقلال. عقیده داور مسابقه خطا نبود. من خودم رو نگه داشتم، اون خواهد خورد دارم، من فکر نمی کنم صحنه پنالتی، حالا از خطا نبود. نه نه خطا 100% پنالتی دیگه، چقدر حق دیگه تیم اومد بخورن. آخه این تو پنالتی بود نگره، این تو پنالتی کارت قرمز مستقیم. فکر میکنم من یه چیز داده 28 سال، 29 سال، 30 سال تو فوتبالم، این اولین چیزی بودش که من شنیدم که پنالتی رو ادامه داده. یعنی هم پنالتی رو نگه، هم سعید لطفی رو اخراج نکرد، خب خیلی تاثیر گذاشت. این بار با پای چپ داخل محوطه، یه موقع میر بزرگی ضربه بس کنار دروازه، تو به بیرون رفت. کاظمی، فیروز قربانی پشت محوطه، ارسال به محوطه جریمه، ضربه سر سیاوش اکبرپور روی خط دروازه بر میگردونن بازیکنان پیکان. حالا این سمت برای پیکان یه موقعیت به وجود اومده تا دروازه استقلال رو تهدید بکنه. ارسال طهماسبی دهانه دروازه، سید صالحی یه ضربه از کنار دروازه. سیاوش اکبرپور خودش میخواد این توپ رو ارسال بکنه به محوطه جریمه پیکان، یه موقعیت از بالای دروازه، توپ به بیرون میره. بازی خیلی خوب و پرهیجانی بود، چون توپ رو یارو دروازه استقلال رو یارو دروازه ما بود و صاحب موقعیت زیادی بودن هر دو تا تیم. بازی جونداری بود، شرایط جدولی هم ایجاب میکرد که همچین بازی برگزار بشه. خب تیم استقلال هم تیمیه که تو صدر جدول قرار داره و از نفرات، کادر فنی و تماشاگر خیلی خوبی برخورداره. ما هم چون میزبان بودیم اینو میدونستیم که باید یه بازی خوب پر برخورد و هیجان انگیزی رو پیش رو داشته باشیم و با توجه به اینکه ما میزبان بودیم، ما هم قطعا دنبال سه امتیاز این بازی بودیم. حالا قسمت نشد و شرایط به گونه بود که موقعیت زیادی از دست رفت. شرایط طوری بود که منم یه مقدار عصبانی شدم، روی مخصوصا روی صحنه که میثم رضاپور توپو با تکل از حریف گرفت، ما داشتیم یه ضد حمله انجام میدادیم، داور خطا گرفت و کارت هم داد به یار ما. من اونجا ناراحت شدم، یه بطری آب جلوم بود اونو شوت کردم،
و داور من رو این خاطر اخراج کرد. ما واقعا امروز بد شانس بودیم. برخلاف روند بازی روی اشتباهات فردی ما گل خوردیم. نیمه دوم تغییر تاکتیک دادیم. موقعیت‌های زیادی هم داشتیم که میتونستیم بازی رو هم ببریم ولی خب نبردیم.